بشا تووا تانیت استر رو شروع کردیم که به خوبی معجزه استر، مگیلت استر رو در زندگیمون همچنین شاهد باشیم. بشا تووا مصلحت، البته در دیگر اقصا نقاط دنیا یکی دو ساعت دیگه بیشتر به پوریم نمونده، اما ما هم به عزت هشم سعی میکنیم به پیشواز بریم با تانیت استر، همون توبه و تشوبا و بیداری رو در خودمون پدید بیاریم. همطور که هارمبان میگه دلیلی که در هر دوره باید تکرار تاریخ همون تانیتی که در اون دوره گرفتن رو ما هم بگیریم، چون به خاطر این که همون تأثیری که اون تانیت در اون دوره ها گذاشت که باعث رحم خداوند شد برای ما هم بشه، چرا که با آبادی به تمیق داشت خیلی از این تانیت ها دیگه برطرف میشه. پس اگر هنوز تانیتی هست کاری باید انجام بشه که ما کوتاهی کردیم. پس هر تانیتی که ما میگیریم برای خودمون، برای بیداری خودمون، برای تشوبای خودمون هم نیز هست که آمادگی خودمون رو برای میسوت و برای تورا بیشتر بکنیم. مخصوصا که دیدیم که تانیت استر چطور معجزه‌آسا تونست و نفخ و گزرا رو کاملا برعکس بکنه، نه فقط برطرف بکنه، نه اینکه فقط هامان یا خشفروش از نقشه خودشون صرف نظر بکنن، اصلا کلن ریشه هامان رو از دنیا کند. مردخای به درجه بالا رسید، قوم اسرائیل روسفیدیشون آشکار شد. میبینیم یک تانید، یک تشوبایی که بنی اسرائیل کردن چطور تونست کاملا همه چیز رو 180 درجه تغییر بده. پس ما میتونیم به استناد و به اتکا به ایمان آوود، به ایمان حخامیممون که چیزی که برای ما وعظ کردن، بتونیم تانیدها رو، تشوباها و توباها رو در زندگی خودمون پذیرا باشیم. و حتی اگر از نظر سلامتی بدنی تانیتمون نمیتونه کامل باشه، هنوز این که انسان از نظر توبه و تشوبا بتونه کامل باشه، هنوز به عنوان قبول میسود کیمون و قبلو بر خودش قبول بکنه. و در موقعی که ما در شبات زخور، شبات قبل از پوریم، گفتیم تیمحه ات زخر اماله، خداوند به ما دستور داد که زخر، یاد امالق رو از دنیا پاک کن. تیمحه اد زخر امالق. و هم توضیح میدن که چرا خداوند دستور به قتل امالق نداد، چرا به پاک کردن زخر، یاد و نام امالق داد. چون بخاطر اینکه امالق هم تمام طریقه حملش به همینه و کار خواب بددرخ، این که میاد در انسان شک و تردید و دلسردی پدید میاره که انسان به راهش، به ایمانش، به میراثی که داره شک بکنه، دلسرد بشه، یک ذره فاصله بگیره، فکر کنه اینا خرافاته، فکر کنه اینا مال اون نیست، فکر کنه اینا باعث عقب گردش میشن. به همین دلیل چون توطئه امالق هم اینه که میاد فکر ما رو میخواد مورد حمله قرار بده، به همین دلیل خداوند میگه اتفاقا نگذار که اون وارد فکر تو بشه، یاد و خاطره اون و ذخرش رو محو کن. اون با تغییر فکر تو به میدون میاد، به تو حمله میکنه، تا هم با
تغییر فکر خودت و پاک کردن یاد اون، اون رو از سر راه خودت بردار. پس اینکه بعض موقع ما فکر میکنیم یهودیت فقط به اون لباسیه که ما میپوشیم، فقط به اون مسایه که میخوریم، فقط به اون لولا و یا سوکایی که میبندیم، اینکه شخص همینطورم باید فکرن، فلسفتن، عقیدتن یهودی باشه. نه اینکه بله از نظر لباس یهودی باشه اما عقاید و فلاسفه دیگر رو بخواد دنبال بکنه. تیمحه ات زخر مالب، اون فلسفه غریبه‌ای که داره میاد فکر تو رو اسیر بکنه و میاد فکر تو رو جلب بکنه، تیمحه ات زخر مالب. اتفاقا یاد زخر، یاد امالق رو از خودت دور کن. پس این چیزی بود که در پوریم هم اتفاق افتاد که چی؟ قیمو و قبلو که لقیم انجام دادن چیزی که قبلو، چیزی که قبول کردن از نظر ایمان. پس تا چه حد انسان باید روی این موضوع دقت بخرج بده که we should not just act Jewish، این که فقط عملمون یهودی باشه. We should think Jewish، بعد فکرمون هم یهودی باشه که سلیقه هامون سلیقه های یهودی باشه، ایمانمون ایمان یهودی باشه. اینکه تا اونجایی که میتونیم برای عقاید خودمون سعی کنیم وقت بگذاریم، نه برای عقاید دیگران. اینکه جشنهامون رو بر طبق سلیقه یهودی برگزار بکنیم، نه سلیقه نوآوری های مدرن امروزی. اینکه اون کسی که جوونه که داره بر میسوا میشه، بر میسوا، میسوا رو کاملا بتونه در اون جشنش، در اون مراسمش کاملا حس بکنه و بر خودش قبول بکنه، نه اینکه زورش بیاد حتی یک کیپا هم سرش بگذاره یا حتی یک برکت آمازون یا حموتسی هم بگه. اینکه اگر جشنی هم میگیریم بر طبق قیم و قبلو، مراسم یهودی باشه، به حضرت هشم جشن عروسی میگیریم، شادی داریم، بر طبق یهودی باشه، نه طریقی که دیگر اقوام جشنهاشون رو برگزار میکنن. پس این در واقع یک نوع فرصتیه، هر تعنیت، تعنیت پوریم، که انسان در خودش یک بیداری و یک تشوهایی پدید بیاره که چطور بتونه امالق رو از خودش دور بکنه، فلسفه ها یا عقاید غیره رو از خودش دور بکنه و در واقع بهترین دیزاینراش و بهترین مربیاش حامیم و تورا باشه، که حتی طریقه لباس پوشیدن، طریقه غذا خوردن، طریقه جشن گرفتن، هر نوع روش زندگی رو، در حیم رو بتونیم از اونها یاد بگیریم. در ادامه بحثمون هستیم در مورد هلاخوت پوریم، مخصوصا که به ذات هشم مگیلا رو در پیش داریم، روز تعنید، روز رحمیم، شهر شامعیم باز به خوبی، کل سوم مامون که با تعنید که میگیریم و دیگران به خوبی بتونیم رحم خداوند رو به تمام بیماران
مستمندان، تمام اونهایی که در بند هستند بیدار بکنیم، که همونطور که بیامی مهاهم در اون ایام موجب رفع گزرا شد، در بزمن حضر در ایام ما هم بشه و بتونیم به خوبی به ذات هشم اون نزدیکی که لازمه رو در زندگیمون به خداوند به دست بیاریم. امروز یکی از اسپانسرها خانم آشورزاده هستند، سکلم بیسود از کالیفرنیا، 52 دلار. www.torahelp.com اونایی که برای کلاس کمک به کلاس های تلویزیونی و رادیویی و تلفنی که داریم میخوان سهیم باشن که به زخوت تورا به ذرت هشم نور خداوند در زندگی هممون به خوبی به تابه و رفع گزرات بشه. اگر افراد دیگه هم هستن میتونن بگن الان که به ذرت هشم بتونیم کلاس رو ادامه بدیم، و یا میتونید به www.torahelp.com هر نوع کمک رو در هر موقعی آنلاین ارسال بکنید. میام سر هلاخوت مگیلا، چون برای هرمه ما سراسیمه منتظریم که به امید خدا مقیلا رو هرچه زودتر شروع بکنیم و این میسوا رو انجام بدیم. حیا و دام لیکرویت هم مگیلا بلیلا و لحظور و شنوتا و یوم، واجبه که انسان مقیلا رو در شب بخونه و مجدداً در صبح تکرار بکنه. به حدی که خامیم توضیح میدن که مقیلای صبح پوریم از مقیلای شب پوریم اهمیتش بیشتره، چون تمام میسوهایی که ما داریم در پوریم در روز پوریم انجام میشه. میشلاح منوت متانون لایویانیم سودای پوریم و همچنین مقیلای پوریم. بشه لیلا زمانا کلا لیلا میسه دا کخاویم ادالو تا شخ، زمان مقیلای شب تمام شبه، حتی اگر نفر سر شب هم نتونست، وسط شب نتونست، آخر شب میسوای مقیلای شب تمام شب. اگر فرصتی نشد میتونه در هر موقع شب این میسوای خوندن و یا شنیدن مقیلا رو انجام بده تا مادامی که هنوز صبح نشد. برای زن واجبه دو بار بفهمن؟ بله، چون به خاطر اینکه هم آقایون و هم خانم ها در این میسوای مقیلا یا میسوای پوریم، کلن تمام میسوای پوریم یکسان واجبن، چون هم آقایون در این معجزه شریک بودن و هم خانم ها. ادامه میده هلخا، همینطور هم زمان مقیلای صبح تمام روزه، چه بهتر که در اول روز باشه، نشد بعد از روز، وسط روز، هنوز که شب نشده میتونه میسوای خوندن مقیلا رو انجام بده. به مکان شیش اونس گامور شیی افشار لیقلوی تامگلا به سیدبور الامی به اودیوم احر پلک همین خواب. در بعضی از کشورها یا موقعیتها شرایطی که حتی در دوره پندمیک هم همچین موضوع پیش اومد که نمیگذارن شب کسی به کنیسا بیاد، لاکداون، همه باید تو خونه ها باشن، فقط قبل از شب موقع که هنوز روزه عصره میتونن جمع بشن، آیا مقیلای شب رو میشه زودتری خوند؟ حالا توضیح میدم، در موقعیت های استراری
مطال لقلوه تمگیلا به شازو میشه خوند و این لیت خود لکریتا لقرا بیاخد اخر سده که خوابی و نگن که بگن خب هر کسی دیگه بعد از شب خروج ستارگان بعد از غروب دیگه موقع که شب کامل شد هر کسی دیگه تو خونش بخونه تنهایی چون همه نمیتونن بمدل میسواس مطار که همه رو جمع بکنن قبل از اینکه شب بشه بعد از پلگ امین خواب نزدیکای غروب هنوز شب نشده که هنوز هوا روشنه و مجازن که جمعاً با همدیگه میسوای مقیلا رو انجام بدن چون میسوای مقیلا یکی از میسواهاش اینه که جمعاً گروهاً این میسوا انجام بشه برو ام حضرت ملک یعنی حتی اگر شخص در کنیسای میره که 20 برخان ولی یک کنیسای دیگه هستن که 100 برخان میگه سعی کنه که در جای بره که انبوه و تجمع مردم بیشتره که برو ام حضرت ملک که این شکوه و جلال میسوا رو و حضور پادشاه رو بهتر میرسونه ولی خب البته همین حلاخا هم هست که اگر فکر میکنه از نظر تمرکز از نظر کوانا میتونه تو اون کنیسای 20 نفره بهتر بفهمه بهتر کوانا ببنده تا اون کنیسای 100 نفره امکان داره که شلوغیش اجازه نده که این میسوا رو انجام بده اون موقع است که هنوز کوالیتی کیفیت میسوا برتری داره که میتونیم بریم کنیسای اشکنازی هم میشه رفت تا مادامی که متوجه میشید اینا دارن چی میخونن اگر لهجه شون جوریه که واضح شما میفهمید دارن چی میخونن بله میتونید هنوز انجام بدید چون خیلی هستن که خباد براشون مقیلا میخونه یا میرن به خباد مقیلا گوش بکنن و بعد هنوز شخص متوجه بشه که داره اون خزان چی میخونه مثل همین چه بهتر که جلوش یک خماش چیزی داشته باشه کلمه به کلمه اون چیزی که خزان میخونه رو فالو بکنه که متوجه بشه در مورد یا در مورد چه قسمتی داره میخونه ادامه میده هلاخا و میگه که این نهنس ولو کارا هم مگیلا با لیلا اگر اومدیم شب بگیم به خاطر تنید که گرفته بود مثلا خیلی سردرد شدید یا میگرن هر چیزی و نتونست و بعدش هم خوابش برد بعدش هم دیگه موقعیت پیش نیامد نتونست شب مقیلا گوش بکنه آیا میتونست صبح پونیم دوبار مقیلا گوش بکنه یکی به جای صبح یکی به جای شب همه توضیح میدن که این لا تشلومیم بیام جای جبران یا جای تکرار نداره اگر شب رو از دست داد و نخوند یا نشنید دیگه نمیتونه فردا جبران بکنه فردا میسوای خود شده روز پوریم میسوای خود شده میسوا مینموف خالی رو برو آم به همین دلیل برای اینکه ما میخواییم این میسوا رو با جمعی جماعت با کثرت جماعت بیشتر انجام بدیم حتی تلمود تورا حتی کلاسای تورا رو باطل میکنن که همه بیان در کنیساها مقیلا گوش بکنن حتی بت میدراش تعطیل میکنن که همه بیان که مقیلا گوش بکنن چرا؟ چون برو ام حضرت مله دیگه چه برسه سرکار رو آفیس رو که شخص باید وقتشو تنظیم بکنه که بتونه در کثرت جماعت
جماعت بیشتر مقیلا رو گوش بکنه، نه اینکه آخر شب یه جایی توی کنیسای یه 10 نفر رو پیدا بکنه که بخوان تنهایی با هم دیگه 10 نفری یه مینیان یه مقیلا گوش کنن. اینکه سعی کنه برنامه روزشو کاریشو جوری تنظیم بکنه که برو هم در کثرت جماعت این میسوا رو انجام بده. و بارها گفتیم که به همون مقدار که ما برای میسوت اهمیت قائل میشیم، به همون مقدارم میسوت زخوتشون در زندگی ما پدیدار میشه. پس هر میسوایی را چه بخواید تأثیرش برای هر کسی فرق داره. چرا؟ بسته به اینه که ما این میسوا رو چطور اهمیت دادیم و یا ارزش دادیم. با این دلیل میگه خوبه که این میسوایی که پر از معجزه است، پر از سگولاییه، پر از رحم خداونده رو، قریت مقیلا، خوندن مقیلا رو آدم بعد از 1 سال که منتظرش بود الان از دست نده. برو هم حدد مله تا اونجایی که میتونه سعی کنه در کثرت جماعت با جماعت بیشتر این میسوا رو انجام بده. بهتر اینه که تنیت باشه شخص مقیلا رو گوش کنه، اما اگر نمیتونه از نظر سلامتی، از نظر هر موردی، یا تا برس خونه اون مقیلایی که میخونن مثلا ساعت 9 شبه یا هر چیزی دیگه فاصلش زیاده، میتونه تنیتشو باز بکنه. ولی چه بهتر که هنوز تنیتشو باز نکرده مقیلا رو گوش بکنه. هکول حیابین به کریاتا اناشیم و ناشیم و گریم، همه براشون واجبه خوندن و میسوای مقیلا، چه آقایون و چه خانم ها و حتی گریم کانورت، اونایی که اسرائیل شدن. امکان داره بگید اینایی که تو پدرانشون تو ماجرای پوریم نبودن که هنوز جزء میسوت تورا یا میسوت اسرائیل، اینها بر خودشون قبول کردن، بر شنیدن و خوندن مقیلا واجبه. به همین دلیل همونطور که شمع هنوکا رو چه آقایون و چه خانم ها در منزل روشن میکنن، همینطور هم میسوای مقیلا رو چه آقایون و چه خانم ها برشون واجبه که انجام بدن. حراب توضیح میدم افل پیش که واریت سه هایش یده حوات کریت همه گیلا به کریا شویتا که نیست. در مورد خانم ها داریم صحبت میکنیم این ور، در مورد حلاخای مقیلا میگه سوالی اگه کسی داره میتونه از من بپرسه. افل پیش که واریت سه هایش یده حوات کریات هم مقیلا به کریا شبیتا که نیست. حتی با اینکه شخصی، مردی، شوهری در کنیسا قریای مقیلا، خوندن مقیلا رو انجام وظیفه کرده، هنوز میاد در منزل اگر خانمش، دخترانش، خواهرش، مادرش، اگر اونها در منزل نخوندن یا نشنیدن، میاد چکار میکنه؟ برای اونها میتونه بخونه. و همینطور هم با اینکه یه بار براخا رو شنیده یا براخا رو گفته در کنیسا، باز میتونه برای خانم ها هم که داره میخونه براخا رو بگه. حتی
برخای شحیانو رو میتونه برای اونها بگه و اونها آمن بگن. حالا ادامه میدم که صریخ لشمو و قریتا میپی آدم شحیا به مقرا مقیلا. ما موقعی که میخواییم مصفای شنیدن مقیلا رو انجام بدیم یا خوندن مقیلا رو، باید از کسی که خودشم برش واجبه خوندن مقیلا گوش کنیم. پس در نتیجه کتان، بچه ای که خودش هنوز به سن رسمی نرسیده و برش خوندن مقیلا واجب نیست، نمیتونه به عنوان حزان بخواد با اینکه سوادش هم داره برای ما بزرگان مقیلا رو بخونه که ما انجام وظیفه بکنیم. و ادامه میده هارا او بیشت حد حق حق دول. اما در کیس ها و اوقات استراری شئن شام گدول که هیچ بزرگتری نیست که اونجا بلد باشه خوندن مقیلا رو، مگر یک بگیم تلمیدی یشیوایی که هنوز کتان، هنوز کوچیکه، هنوز برمیسوا نشده. آیا اون موقع چه کار بکنیم؟ میتونه اون شخص بخونه و اون قطان موقعی که میخونه بقیه از صدای با صدای بلند تکرار بکنن. از چی؟ از مقیلا کشرا. یعنی این که در واقع این کمک کنه به اونها که بخونن، یعنی از خوندن خودشون از مقیلای کاشر که کلمه به کلمه اون میخونه طریقه تلفظش رو و اینا تکرار میکنن، اینها انجام وظیفه بکنن. مخنخیم اتاکتنیم لیشما مقرام مقیلا. از همین کوچیکی بچه ها رو عادت میدیم، تعلیم میدیم برای شنیدن مقیلا. به همین دلیل اونها رو به کنیسا میارن که مصفای مقیلا رو، شنیدن مقیلا رو از همون کوچیکی آشنا بشن که براشون یک شوقی داشته باشه که با این مصفا آشنا باشن. اما بچه هایی که سر و صدا میکنن، حواس پدر مادر رو در هنگام خوندن مقیلا یا دیگران پخش میکنن یا پرت میکنن، اتفاقا اووردن نیووردن اونها به کنیسا میسواست. چرا؟ چون ما میدونیم خوندن مقیلا کلمه به کلمه است. اگه یک کلمش جا بیفته نخونن یا نشنون، تمام میسوا دیگه کنسله، باطله. به هم دلیل حتی اگر شخص وسط خوندن تفیلا مقیلا دستشویش گرفت که باید بره دستشویی و بیاد و یه مقدار از قسمتی که خزان خونده رو جا میفته نمیشنوه، خودش باید از مقیلا خماش چیزی بخونه تا برسه به خزان و اون موقع دیگه مکس میکنه بازوره با خزان ادامه میده که هیچ کلمه از مقیلا رو جا ننداخته باشه. به همین دلیل اگر بچه‌ای هستن که خودشون میتونن سرگرم باشن، سر و صدا نکنن، کاری با ما نداشته باشن، مزاحم جماعت نشن، دیسترکت نکنن، بله میسواس که اونا رو بیارن که با مقیلا خوندن و میسوای پوری آشنا بشن. اما اگر بچه‌ها هستن که اتفاقا میان سر صدا بهانه گیری و الی آخر و هم پدر مادر و هم جماعت نمیرسن، نمیتونن
هی بعد چند بار ساکتشون کرد و الی آخر میگه میسواس که اونها رو به کنیسا نیورد که باعث از دست دادن میسوای جماعتی نشد. و حتی خود ما هم باید مواظب باشیم، حتی با اینکه خوندن بلد نیستیم، ولی شمه یک اونه کسی که میشنوه مثل اینکه خودش داره میخونه. بعد کوانامونو از همون اول داشته باشیم که چطور با انجام میسوای میدربانان خوندن مقیلا میسوای پوریم رو به خوبی انجام بدیم. عجب کمک کنه که بتونیم با هر یک کلمه مقیلا که از آشکار کردن میاد استر اسرار و حکمتهای خداوند رو تو زندگی خودمون فاش بکنیم، کشف بکنیم و بتونیم به عزت هشم، عبادت هشم، عبادتمون رو هر روز بهتر بکنیم که جزء بندگان مقرب و نزدیکان خداوند باشیم، مانند استر و مردخای. باروخ مردخای ارور همان باروخ هشم لعالم. آمین و آمین. دانیتتون قبول باشه.